برنامه خدا، سلام بر شما. به برنامه امشب نگرش خوش آمدید. بر اساس گزارش ها اکنون حکم اعدام بیش از 600 زندانی طالب از طرف محاکم صادر شده است، اما این حکم تا کنون اجرا نشده است. شهروندان خواهان اجرا شدن حکم محاکم بر طالبان زندانیش می باشد. اونان می گویند که با اجرا شدن حکم اعدام وضعیت امنیتی در کشور تغییر خواهد کرد. موضوع بحث برنامه امشب نگرش امین است. من مصطفی فیضی هستم. مهمان من در بحث آقای کمیسار صدیق سائل، آقای مسائل امنیتی و دفاعی، و قرار است تا لحظات بعد آقای عزیز رفیعی رئیس مجمع و آقای دکتر ظلمه زابلی وظیفه مجلس آنها در بحث با ما شرکت کنند. آقای سائل سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای سائل، فکر میکنید چرا حکم محاکم تا کنون در قبال اون تعداد از طالبان که زندانی هستند و محاکم هم اونا را مجازات کرده بر اعدام اجرا نشده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندای عزیز و همکار تکنیکی شما. به نام خدا و یاد شهدا. جرایم مشدده از جمله جرایم قبیح و شنیع جنایی است که در هر کشور مرتکبین این جرایم مستوجب اشد مجازات هستند، که با تاثیرات عمیق در روند حکومت داری های دور ماضی آقای کرزی و فعلا اخیرا 3 سال چند ماه آقای رئیس جمهور غنی، صورت چگونگی تطبیق مجازات از نقطه نظر پرنسیپ های حقوقی و جزایی در افغانستان شدیدا زیر سوال قرار داشت، که در گذشته هم در زمان حاکمیت جناب حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین همچو مجازاتی که ما باید در معرض انجام قرار داده می شد، متاسفانه بنابر حاکمیت بعضی از معاذیر قومی و سمتی و تنظیمی، اکثریت قطع و طریقا و دزدا و رهزنا اونا بری شدن، حتی از محابس با وصف صدور کیفر مجازاتشان، با وصف صدور حتی حکم اعدامشان اونا بری شناخته شدن، که دلایلش قبل از آن گفتم که یکی خو حاکمیت فرهنگ گریز از قانون در کشور بوده. در طول 18 سال گذشته حکومت داری بعد از حضور ایالات متحده امریکا و به رهبری مجاهدین کرام افغانستان. و دقیق حالا چون شما آمدین از حکومت آقای کرزی یاد کردید، بیاین بر حکومت آقای غنی. محاکم حکم اعدام 600 زندانی را صادر کرده ولی اجرایی نمیشه، چرا؟ جز این موارد که حاکمیت فرهنگ گریز از قانون و موارد دیگر هم وجود دارد یا خیر؟ این سوال نهایت واقعا بسیار بغرنج، بسیار مهم است که پاسخ به این سوال باید اون نهادهای بده که چرا همچو قوانین یا فرامینی که در مورد صدور مجازات قطع و طریقا و دزدا و جنایتکارا و آدم کشا صادر شده، چرا با وجه اصلا تطبیق نشده، خصوصا منظر عام؟ این سوال برانگیز است همچون تعاملاتی که در طول 18 سال در حکومت افغانستان، خصوصا در تشکیلات دستگاه عدلی و قضایی افغانستان بود. اما تحلیل شما چی است؟ برداشت شما چی است؟ برداشت ما فقط از آدرس یک شهروند، از آدرس یک شاگرد حقوق، از آدرس یک کارمند اسبق نظامی افغانستان ای است که تا زمانی که مدیریت های ارشد بخش عدلی و قضایی به دسترس اشخاص و افرادی که اونا قانون تنفیذ کنه و از جانب رئیس جمهور حمایت وسیع و قوی شوه، و عوامل و مظاهر شوم فساد از دستگاه عدلی و قضایی خصوصا نهادهای سارانوالی برچیده نشه، این تحلیل ملت است، تحلیل حتی حقوق داناست که فرهنگ گریز از قانون تا زمانی که حاکم باشه همچو قوانین نقص میشه، مرتکبین کسایی که مرتکب جرایم مشدده قبیح و شنی شدن اونا بری شناخته میشن. این تحلیل بند است. آقای سهل، آقای رفیع و آقای زابلی، شما ما برنامه خوش آمدید. آقای رفیع، خب محاکم حکم اعدام 600 زندانی طالب دقیقا صادر کرده، اما حکومت افغانستان این اجرا نمیکنه. فکر میکنید حکومت افغانستان روی چه اهداف کوتاه مدت و دراز مدت این حکم یا این احکام اجرا نمیکنه؟
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما، خدمت مهمانان بسیار بزرگوار و همچنان بیننده های محترم شما. عرض شما خدمت شما که بحث حاکمیت قانون یک بحث بسیار جدی در مسائل اجرایی حکومت است. ما در متاسفانه در یک فضای بسیار ناگوار فرهنگ حاکمیت یا حاکم بودن، فرهنگ ببخشید فرهنگ مسئولیت یا به اصطلاح معافیت قرار داریم که خیلی متاسفانه مردم افغانستان نسبت به قانون و نسبت به نظام و نسبت به عدالت بی‌باور ساخته. اساس یک جامعه به اساس تجربیات بسیار گذشته با عدالت ریخته میشه. شما در روایات بسیار متعدد، در تحلیل‌های بسیار بزرگ تاریخی و در حتی در نقل قول‌های بسیار بزرگ از صدر اسلام شما بسیار به صراحت می‌بینید که جامعه با هر کار دیگه میتونه تحمل بکنه، میتونه پایدار باشه، اما با ظلم نمیتونه، با بی‌عدالتی نمیتونه. با اون لحاظ من فکر میکنم که آنچه را ما در طول چندین سال گذشته در افغانستان از دست دادیم بحث عدالت است و تامین عدالت برای کسانی که به خصوص قربانی هستند. در فکر میکنید که این عدالت کی باید تامین کنه؟ این وظیفه دولت است. دولت دو تا وظیفه بسیار بسیار اساسی داره در قبال شهروندا که تامین عدالت برای شهروندا است و رساندن امکانات یا به اصطلاح توزیع منابع است. اگر این وضعیت به همین منوال دوام بکنه، اعتبار مردم نسبت به نظام، نسبت به چگونگی بحث‌های کلان عدالت و امثال هم از بین میره و متاسفانه یک بحران بسیار بزرگ معنویتی را در درون جامعه حکم فرما میشه. کسانی که خیلی مشهود از جرمشان اصلا مجازات نمیشن. هرچند من خودم از مخالفین به اصطلاح امر اعدام هستم، ولی میخوایم بگم که حاکمیت قانون با اعدام خیلی متفاوت است. شما وقتی مجرمین جنگی بسیار واضح و بسیار آشکار در یک معافیت بسیار بزرگ پناهندگی میتین یا به اصطلاح مسئول میسازین، دیگه اعتماد مردم نسبت به نظام از بین میره. اما دقیقاً این قوانین است که بالاخره حکم میکنند که باید اشخاص، افراد، کسایی هستند که باید اعدام محکوم شوند. قانون یک بخشش یا به اصطلاح یک مادهش راجع به اعدام بحث میکنه یا چند ماده بسیار محدودش، اما هزاران ماده دیگه قانون بحث داره، بحث بسیار جدی را در ارتباط با چگونگی مسائل عدلی و قضایی داره. بسیار کسایی هست که به اعدام محکوم نیستن، ولی مجرمین بسیار مکرر هستن که اونا فعلا در یک معافیت به سر میبرن. کسانی هست در بین افراد موجود ما در جامعه ما که به عنوان مجرمین متکرر شناخته میشن. وقتی شما مثلا زندانی های سیاسی را که اونا در ماده در مواد بسیار سریع قانون جزای افغانستان به اصطلاح گیر آمدن و حتی رئیس جمهور حق عفو اونا رو نداره، اونا بدون به اصطلاح قدر نظر داشت قانون رها میشن، نشان میده که بحث عدالت و تامین عدالت حتی در زمانی که اونا در دسترس قانون هم هستن، یعنی زندانی هستن، تطبیق نمیشه. دیگه با اون لحاظ ملاحظات سیاسی در افغانستان به مراتب بالاتر از ملاحظات قانونی و ملاحظات اجتماعی است. افغانستان به یک نظام یا به اصطلاح به یک آزمایشگاه بسیار بد سیاست تبدیل شده تا این که به یک آزمایشگاه اساسی اجتماعی و مردمی باشه و به همون خاطر هم است که فاصله مردم با نظام هر روز بیشتر میشه و مردم خیلی با یک فضای ناامیدی و ناباوری نسبت به نظام و اراکین و خسروان و اربابان نظام سیاسی خود فکر میکنن. آقای رفی، شما اشاره کردین که شما جمله مخالفین اجرایی شدن اعدام هستین، اما واقعا اعدام رای حل است؟ چیزی را که تعداد از شهروندان افغانستان نمیخوان. در جوامع انسانی بحث‌های اساسی در قبال چگونگی جرم و جرم شناسی خیلی عمیق است. شما باید زمینه های ایجاد جرم و زمینه های به اصطلاح پرورش بیشتر جرم از بین ببرین تا جرم کمتر شود. مثلا اگر قرار باشه که ما جوانان افغانستان نجات بتیم، ما چقدر نظام و یا سیستم را در افغانستان ایجاد کردیم که جوانان ما تربیه خوب و سالم و درست شوند که اینا به جرم پناه نبرند. من به یاد دارم مادری را که در یکی از مصاحبه های تلویزیونی خود جیغ میزد که بچه ما صنف 12 بود، برای 1.5 ماه زندانی شد و فعلا معتاد شد. یعنی به این معنی که 1.5 ماه در یک بازداشتگاه یا در یک توقیف دولت قرار گرفتن معتاد شدن است و در اونجا امکانات بسیار بد معتاد وجود داره و او مادر فریاد میزد که من با این بچه معتاد خود حالا چی کنم. من میخوام بگم که آیا ما زمینه های واقعی کاهش جرم از بین بردیم؟ حتی جرمای عادی را که باز بخوایم به یک بحث بسیار کلانه که
عدالت ما در اونجا هنوز جایگاه نداره. پس راه حل نیست. من باور من این است که راه حل انسانی ساختن جامعه است که او از طریق تطبیق قانون و با به اصطلاح مناسبات و لوازم بسیار اساسش باید پیشگیری شود. تشکر آقای زابولی. تعداد از هموطنان ما میگن که حکومت باید برای انتقام گیری از طالبان زندانیانشان را در خانه اعدام کنند. همون زندانیان را که محاکم ثلاثی افغانستان حکمشان را در خانه صادر کرد و به اعدام محکومشان کرده. واقعا این گونه برخورد منطقی است یا خیر؟ بسیار شکر. اواتر زمان سلام محترمات و میمانه محترم شما تمام بیننده علنی نوز هستن. همی کلمه اعدام بسیار کلمه نخوشایند است، ولو که یک انسان براندازی ظلم کده باشه بازم که قانون سرش تطبیق میشه، یه او را از نگاهی بسیار شری ما شما او را قصاص میکنیم یا از نگاهی قانون را اعدام میکنیم، یک زندگی را ما شما به اصطلاح به این نیت او را اعدام میشه که جامعه از او عبرت بگیره اصلاح شود. ولی با آن هم در شرایط فعلی ما شما که روزانه چقدر افغانا کشته میشه، با تا چی وقت ما شما این را یک گزینه بسازیم که بخاطر اصلاح جامعه؟ ولی ناگزیر هستیم چون قانون است، قانون باید تطبیق شود. یکی طالب است، غیر طالب است، چیزی که یک محکمه عادلانه فیصله کرده باشه، یک نظامی که در اوجا حکیمت قانون 100% اگر گفته نتانیم 99% 95% حاکم باشه، باید ابو قانون تطبیق شود. ولی چیزی که ولی فعلا ما شما در این روزا امرای سیستم عدلی قضایی تماس هستیم، آماری که توشیح شده اونا کم زیاد شده میره، با مو تعداد نمیباشه، چون بعضی نفرا ممکن در مرحله که تجدید نظر خواسته اونا از اعدام به حبس ابد و به حبس دوام تعدیل بکنه کم و بیش تغییر میخوره. ولی هر تعدادی که هست، خدا کنه که 600 باشه 500 باشه، چیزی که یک اما دخن بیم برای این خواسته هموطنان ما میگه برای انتقام گیری از طالبان باید زندانیانشان که از طرف محاکم ثلاثه محکوم به اعدامشان باید اینا دقیقاً اعدام شوند با قانون بایدشان اجرا شوند. وقتی که یک محکمه ثلاثه درست است، یک مملکت اسلامی به شکل عادلانه فیصله کرده باشه، او چی طالب باشه، چی ما باشم، چی شاه و گدا باشه، باید تطبیق شود. خب پس چرا این خواست بالاخره برآورده نمیشه؟ ما بهتون گفتم که شرایط خراب است، ما که به تماس نیم برای سیستم مدلی و قضایی، اونا اکثر دوستا برای ما یک دلیل میاره که ما فعلا در حالت جنگ هستیم، بیخی زیاد نفر ما شما کشته میشه، سخت تحت تعدیدی دشمن قرار داریم ما شما، اگر ملکی است، اگر بخش نظامی ما شما است، افراد بیگناه است، اونا به انواع گوناگونی ما شما از بین میره. یاد حکم اعدام بسیار احتیاط میکنه، یک مسئله. مسئله دیگه، ما شما 25 دلوی فعلا ما شما قرار داریم، یک دو سه روز بعد اما از طریق فرمان تقنینی کود جزایی ما شما نافذ میشه. دو کود جزایی اما به اصطلاح اعدام با تعدیل شده با حبس دوام طویل. اینالی حقوقدانا دی بخش هم یک کمکاری در مشوره هستن که اینالی قانونی که به اصطلاح به نفع متهم باشه و در این قسمت واضح گپ است که به نفع متهم است، وقتی که در یک قانون نو میبره اعدام به حبس طویل یا به حبس دوام تعدیل میکنه، اونا چی باید بکنه؟ دی قسمت هم یا یک اجماعی حقوقدانا را خواسته که یک نظر بده که تاخیر و تعویق افتادن اجرایی کردن حکم اعدام در شرایط کنونی منطقی است. اگر این می گپی اونا را که کود جزا است که فرمان تقنینی است، من میگم یا بمان که یک چند روز بعد ممکن در یک دو هفته بعد پارلمانم پش رو میشه، اون کود فعلا در پارلمان است، اون هم نظر خود بته اجماع خدا نام باشه که یک کود جزایی باشه که در قسمت اعدام که به اصطلاح که نداده بتین ما شما به ملت خودی تو نشه که یک قانونی باشه که باز ملت از اون ناراض باشه و باز قابل تطبیق نیست. تشکر. در این قسمت هم یک دلیلی که اونا به تطبیق انداخته می اعدام برای ما یک دلیل اونا بود. تشکر آقای جبلی. آقای سهل، در حالت جنگ هستیم، قوانین باید در حالت تعدیل است، شرایط هم خوب نیست، باید اجرایی کردن حکم اعدام به دقیق بافتد. موافق هستین با این دیدگاه؟ دیدگاه ما مرتبط است به دیدگاه تمام خانواده قربانی های جنگ که اونا از حکومت خود، از اولی الامر خود در مورد زی چی میخوای و در عین زمان ما خب خواستون خانواده قربانی های چی است؟ ما طبیعتا در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم
که هر قدر سرزی کشور تاریخ های یعنی از نقطه نظر زمان میاد بسیار مدیدی هم سپری شود میلیون ها سال هم اگر بکشه عمر امی جغرافی افغانستان باز هم دمی جغرافیا حاکمیت اسلام بوده و تاریخچه بیشینه داشته بنان از دید شریعت اسلامی قصاص یک حکم شرعی است که در برابر کسی که قتل انجام میده حکم قصاص این نهادهایی که تازه همزمان با حضور ایالات متحده آمریکا و متحدین غربیش در افغانستان حضور پیدا کرده و آمده مسئله حقوق بشر زیادتر سرش تاکید میکنه یکی موضوع جلوگیری از اعدام و منع اعدام است در جامعه اسلامی فکر میکنم که در تناقض قرار داره حکم شرعی با حکم قوانینی که جناب سناتور سیف از کود زو که پارلمان او را تصویب میکنه هرچند کود در جریده رسمی هم نشر شده قبل از اینکه تصویب شود از طرف پارلمان دیگه ملت افغانستان خواهان همون ارزش های اسلامی است که در چوکات اسلام کسی که جنایت میکنه قباحت میکنه مرتکب جنحه میشه و حقوق مردم تلف میکنه بیعدالتی میکنه فساد میکنه غصب میکنه به حق انسان تجاوز میکنه و در شریعت غرای محمدی مشخص است این احکام جزایی ولی مشخص شما گفتین که خواست شما با خواست خانواده قربانیان یک است دقیقا خواست خانواده قربانیان چی است؟ خواست خانه قربانیان در حالی که یک پدری که اولاد خود از دست بده یک مادری که طفل و جگرگوشه خود از دست بده او توسط یک عمل عمدی توسط یک جنایتکار جنایت پیشه و متخصص و مسلکی زمانی که همچی یک عمل شنی و قوی که حیات یک انسان میگیره چطور ما میتونیم که در برابر همچو شخصی که همچو عمل انجام داده خاموش بشینیم یا او را مثلا از حکم قصاص نجات بتیم برای کنیم یا زندگی زوره به دست بیاریم به زندگیش ترحم کنیم به حالتش ترحم کنیم حبس طویل یا حبس متوسط به روز تجویز کنیم با توجه به تداخل که امروز در جغرافی افغانستان ما می تداخل در امورات عدلی و قضایی با عرف تبدیل شده به فرهنگ تبدیل شده مرتکبین جنایت پیشا مثلا از محابس رها شده در طول 18 سال ما قبلا اشاره کردم و قانون به شکلی که آنچه که لازم مشخص خواست خانواده قربانیان چیست؟ در مقابل قتل قتل در مقابل قتل قصاص پس اجرایی شدن حکم محاکم بله مردم برحق است صدا و ندای ملت افغانستان برحق است که تن چند مداحان حقوق بشر مانع اعدام هستند من فکر میکنم که اونا اشتباه میکنن برای اینکه اولاد زنا از بین نرفته دختر زنا از بین نرفته ما خواهان عدالت هستیم عدالت اینمی است که مجازات قابل تنفیذ باشه مجازاتی که طفل توره طفل مره طفل سناتور سیوه خدای نخواسته طفل جناب محترم رفیع سیوه ای ما به مقابل سعی کنیم سبا رو رها شو ما خود مجبور هستیم که در روشنی ارزش های اسلامی و افغانی رسالت ما تا 100 ساله ما انتقام میگیریم چنانچه ما در برخی از شبکه ها و سازمان هایی که در خارج از افغانستان در دسترخان عیسای پاکستان تربیت شدن رشد کردن اونا اولادی وطن اثر بنیست کردن به نام ملحد به نام مجاهد به نام کمونیست به نام کافر به نام جاسوس روس اونا بسیار اولادای مردم ها در سپین شگه کشتن در ورسک کشتن در کل خطک کشتن در کچگره کشتن پس اجرای شدن حکم اعدام رای حل است در شرایط کنونی بالکل به خاطر عبرت و پند از دیگران یک فشار باشه نگاه کردن اعدامیا در محبس در ذات خود مساید ساختن زمینه سازماندهی و رشد تروریسم است که تروریست ها را سازماندهی میکنه از داخل محبس اسناد مدارک شواهدی وجود ولی هرگاه شرایط اجتماعی مساعد نباشد فکر میکنید که اعدام بالکل مساعد است شرایط اجتماعی مساعد است مساعد است چرا مساعد نباشه چی موانع است از آدرس یک جورنالیست یک کارشناس شما بگوین عدم مساعدت شرایط اشاره شد که در حالت جنگ هستیم قوانین هم در حالت تغییر و بالاخره کد جزا مشاوره شد و شرایط هم گفتن خراب نیست این دیدگاه است که تعداد از قضات و سارنوالا دقیقا بند کردن سناتور صاحب اشاره کردن ای از لحاظ پرنسیبای حاکم عرف انانات و شریعتی که است مساید ساختن زمینه و رشد جنایت است در حقیقت که او شخصی که کود واضح میشه که اعدام نمیشه او میگه بستر هستم غذا میرسه نان میرسه آب میرسه حبس طویل یا حبس قصیر یا متوسط و همچنان از شبکه هایی که استفاده شده از او شبکه ها هم انتظار واسطه هستن که در داخل نظام جواسیسی که وجود داره که بتونن او را حبس طویلش به حبس قصیر تبدیل کنه که تجربه شده از
دادگاه عدلی و قضایی افغانستان. تشکر آقای سهیل. بیننده های عزیز، وقفه داریم، پس از وقفه ادامه بحث. سلام مجدد، به ادامه بحث ما خوش آمدید. موضوع بحث ما اعدام نشدن بیش از 600 زندانی طالب که حکم اعدامشان از طرف محاکم ثلاثه صادر شده است. مهمانان من در بحث آقای کمیسار صدیق سهیل، آقای مسائل امنیتی و دفاعی، آقای عزیز رفیع رئیس مجمع، آقای دکتر ظلمی زابلی عضو مجلس، آقای رفیع. خب تعداد از شهروندان میگن که اگر حکومت افغانستان این حکم محاکمه اجرا نکنه، دقیقاً در حق سربازان افغانستان جفا کرده. ما فقط این با این دیدگاه، ما در مورد حاکمیت قانون در افغانستان ادعای مردم افغانستان شدیداً تایید میکنم و کاملاً موافق هستم که بحث تامین عدالت و بحث حاکمیت قانون در افغانستان مشکل بسیار جدی را ایجاد کرده و زمینه را برای معافیت و بخصوص مسئول ساختن جنایتکارا مساعد ساخته. مردم افغانستان نگران، هر روز نگرانیشان نسبت به قضیه بی‌عدالتی و بخصوص مسئولیت فردی خودشان و مسئولیت جمعی اجتماعیشان بیشتر میشه. دولت افغانستان در راستای حاکمیت قانون متاسفانه کوتاهی داره و کوتاهیش هم تنها در یک عرصه بحثای محاکم نیست، در بسیاری از مسائل پیش از محاکم هست، در بسیاری از مسائل روزمره هست، در مسائل بسیار جدی با برخورد چگونگی با اراکین خود دولتی است و با کسانی که در پروتکل سیاسی است. اما تحلیل من این است که افغانستان بیشتر از اینکه یک کشور دارای حاکمیتش و دارای به اصطلاح همون نظام اجتماعی سیاسی خودش باشه، بیشتر زیر تاثیر فضای یا جو سیاسی است که در منطقه حاکم است و او را استخبارات رهبری میکنه تا دولت افغانستان و تا مردم افغانستان. پس در شرایط کنونی اون محاکم نمیتوند آنچنانی که باید حکم کند حکم کنند. اساسا در افغانستان بحث بسیار بزرگ یا دشمن اصلی سیاست در افغانستان یا به اصطلاح حاکمیت در افغانستان مصلحت گرایی های متاسفانه فشار آورنده از استخبارات است که به صورت بسیار منظم متاسفانه افغانستان به صورت پیهم ضربه میزنه و پیهم افغانستان متاسفانه به طرف خرابی میبره. ما تا چه اندازه پند گرفتیم؟ و بازم میخوام بگم که متاسفانه ما هیچ از گذشته نمیآموزیم، هیچگاه یاد نمیگیریم که چگونه به داخل بازی قوی سیاسی شویم و از کدام موضع داخل شویم. حوادث اخیر، مذاکرات اخیر با پاکستان خیلی بسیار جدی نشان دهنده است که ما در هیچ یک از درس‌های سیاسی خودم متاسفانه موفق بیرون نشدیم. بله. آقای سوال چند از پیش شرک کردن، گفتن کسانی که خوان اجرایی شدن نشدن حکم اعدام باشند، اینا کسایی هستند که جگرگوشهایشان، فرزندانشان در عملات از بین نرفتن. واقعا چنین است؟ این نظرشان را تا یک حد تایید میکنم، اما باید داشته باشین که بی‌عدالتی در یک نقطه یا در تمام در کشور، بی‌عدالتی در کل کشور است و متاسفانه اگر قرار باشه که ما احساس بکنیم که بی‌عدالتی در برابر دیگرا، بی‌عدالتی در برابر ما نیست، ای هم احساس اجتماعی ما را خیلی ضعیف می‌سازد، خیلی ناتوان می‌سازد. اما ما باور ما این است که افغانستان نیاز به تجدید نظر در تمام سیستم عدلی و قضایی خودش داره و تجدید نظر به چگونگی برخوردهای سیاسی و مصلحت گرایانش در قبال مسائل اجتماعی دارد. پس منتظر باید بود؟ افغانستان به یک راهکار بسیار جدی قانونمنده که بتونه پاسخگو باشه و نیازهای مردمش جدا نیاز دارد. پس در شرایط کنونی باید منتظر بود؟ به نظر من انتظار کافی است. ما باید داخل عمل شویم و این عمل از حاکمیت قانون در سطوح پایان باید آغاز شود تا از جلوگیری کنه از جنایت های بیشتر و جنایت و رشد جنایتکار بیشتر در افغانستان. بله، تشکر آقای زابلی. تعداد از سناتوران، از همکاران شما دقیقاً از حکومت خواستند که باید به فرهنگ مافیات پایان دهند و ترورستان و اون تعداد طالبانی که اینا از طرف محاکم محکوم به اعدام شدن، اینا را باید حکم اعدام بالایشان اجرایی کنند. این دیدگاه چقدر دقیقا منطق دارد در شرایط کنونی با توجه به حرف قبلیتان؟ در شرایط فعلی اگر ما شما بگیم که اعدام باید اجرا شود، محاکم عدلانه باشه، مجرم هم جرمش ثابت باشه، چرا نکنه؟ باید بکنه دیگه. ولی بعضی شرایط ما شما داریم، به طور مثال ما شما در بعضی کشورهای اسلامی
مسئولیت قضات، مسئولیت سرانوالای ما شماره. دقیق. هیچ کس نمیفهمه که یک قاضی در کجا زندگی میکنه، اولاد قاضی در کجا زندگی میکنه، هیچ کس خبر نداره. او قاضی یک مسئولیت کامل داره. از نگاه اقتصادی معاشای اونا هیچ معاش یک قاضی وجه تعیین نیست. در آخر ماه، در آخر سال، در آخر یک روبه اونا به حکومت پیشنهاد میکنن و پولی که ضرورت داره بشن میتکیش او مجبور به فساد و به رشوت این نمیشه. او میتونه که حکمی که صادر میکنه بسیار بازد. ولی ما شما یک مشکلی که فعلا ما شما داریم، قضاوت ما و سرانوالای ما شما، این یک واقعیت است که ما شما عطا بری پیلوتای ما شما، ما خبر داریم که بری پیلوتای ما شما همین مشکل پیشکش که بری رئیس جمهور رفته بود نوروز یک در پانزده نفر که ما پرواز میکنیم، ولی متاسفانه که اولادای ما، فامیلای ما هیچ مسئول نیست. روزانه بری ما تهدید است از طرف دشمن. قضاوت به این شکل وقتی که بین کتله حکم اعدام صادر میشه، اما قاضی مجبور و مکلف است که فامیل خود، مسئولیت خود است، فامیل این را در نظر بگیره. مگر حکومت اون ظرفیت توانایی نداره در شرایط کنونی؟ در شرایط فعلی ما شما که مسئولیت اون قضاوت و پیلوتا را که شما شرکت کردین در خند تامین کنه؟ نمیتونه است. ما اگر در کابل درست است تامین کرده میتونه، ولی در ولایت ما شما یک شکل دیگه حکومت داریم، وجود باز نمیتونه. این نمی تمامی به اصطلاح نکاتی است که ما شما حکومت او قدر به اصطلاح زیاد مجبور نکنی که کلی گیره یک دفعه یا اعدام بکنه. اونا ممکن بعضی ایتو مابوسین اونا داشته باشه که به خاطر تبادله بعضی راکین دولتی که اونا یا اونجا اونا پیش اونا اسیر است او را تبادله بکنن. بعضی به اصطلاح که سای اونا یا بعضی زندانیان اونا ممکن ببینه که محاکمش کمک واری سالنگاری شده یا عدالت تامین نشده، ممکن رو تجی نظر بکنن. این تو واقعات زیاد بری ما حکومت میگه. ولی با آن هم وقتی که ما شما یک جنایتکار میبینیم در مقابلی به اصطلاح یک عملی که اونا انجام داده، یک جگرگوشه یک کسی دیگر از زمین هموطنی ما شما را اونا را بسیار به شکل فجیع، بسیار به شکل وحشی او را شهید ساخته از بین برد، او باید اعدام شود. او هیچ کدام گپی ما شما نداریم. نخیر. ولی که فعلا شرط ما شما جنگیسته، اگر یک دم حکومت بخیزه می 600 نفر در یک دروز سی روز اعدام بکنه، ما هم طرف دار هستیم که چون بیم برخواست از همکاران شما از اون تعداد سناتورانی که گفتن حکومت باید به فرنگ معافیت پایان دهد و ترورستان اون تعداد از طالبان که از طرف محاکم محکوم به اعدام شدن اینا را در خانه اعدام کند. خب چرا ما فرهنگ مافیات پایان نمیدیم؟ چرا حکومت این ظرفیت توانایی در شرایط کنونی نداره؟ شما فکر کنیم که حکومت سبا گفت که 600 نفر ما سبا اعدام میکنیم، در روز اعدام میکنیم. صحیح است؟ آیا حکومت در مقابل این قدر تهدیدات میتونه که امنیت تمامی شهروندای خود بگیره؟ خب شما پاسخ بدین. ما خود میگه نمیتونه. امی یک وقت عینی ما شما است. ولی از طرف دیگه دقیقاً مردم افغانستان تعداد از شهروندان میان میگن که حکم اعدام طالبان زندانی باید اجرا شود. این خواسته تعداد شما شما ببینید اونا خود بر حق کمی گپ میزنه. اونا خود به اصطلاح یک نفر، دو نفر، سه نفر، حتی چندین نفر اعضای فامیل خود از دست میده. اونا خود میتونه کمی، ولی حکومت خود نمی حفاظت متباقی اتباع خودم داره که من نمیتونم که متباقی نفر که در ایتی سلطه ما زندگی میکنه، در محیط زندگی میکنه، در مملکت زندگی میکنه، اونا انوس تبا نشه. اونا بو خاطر ممکنه می یک دلیل امی بری ما شما، ولی ما شما که عملا میبینیم حکومت تو قدر توانایی نداره که چیزی که ما شما فعلا حکمی توشیح شده شده داره که بعد اعدام شد و اونا را بکشد یکی دو سه روز او را اعدام بکنه. اگه اعدام هم میکنه ممکن تدریجی، ممکن پشت پرده، ممکن بسیار با آهستگی تا که امو امنیتی دیگه شهروندارم گرفته باتنه و حکم اعدام خودم تطبیق کرده باتنه. اگه ما توقع داشته باشیم که یک دم او را اعدام بکنه، ما که میبینیم این وضعیت حکومت قادر نیست و نه توقع را ما شما از یک حکومت ضعیف داشته باشیم. غیر از او اگه اعدام بکنه خب از یک طرف کسایی که به اصطلاح متضرر شده از دل اونا ما شما بیاییم، اونا واقعا اقل نمی قدر خود یک دلاسا میشه. ولی از جانب دیگه کسایی که زندگی میکنن باز اونا خود دشمن ما شما بسیار واشیسته، اونا رو هم در نظر بگیریم که اونا با چی میشه. اگر اونا را امنیت گرفته باتنه او ده یک روز نیک خدا کنه که دم یک شب اونا را اعدام کنه، خود ما شما میره میخوایم که حکیمت قانون میخوایم اما چیزی که شریعت قرآن محمدی به اصطلاح برای ما شما حکم کرده اما قصاص است، اون قصاص اجرا شوه چیزی که نظر به قانون به اعدام محکوم است او را اعدام بکنه که تا که یک جامعه که مثل ما شما داریم که نیمی جامعه ما شما به طرف وحشت رفته قانون نیست تا که جزا تطبیق نشوه او که اعدام است ای که ار جزا است باور کنید که جامعه اصلاح نمیشه. تشکر آقای زابلی. آقای سائل، یک تعداد از کارشناسان نظامی میگن که با اجرای شدن حکم اعدام 600 زندانی دقیقاً وضعیت امنیتی تغییر خواهد کرد. ما فقط هستین با این دیدگاه، شما چون آگاهی مسائل امنیتی و دفاعی هستین، با این تحلیل چقدر اما انگ و موافق هستین؟ اجازه بدین که قبلا اشاره کنیم، مکس کنیم بسیار کوتاه سر صحبت جناب سناتور صاحب.
که سر عوامل فکر کردن، سر عوامل تمرکز کردن و همچنان وقایع را یک اصل دانستن در رابطه با جلوگیری از بروز جرایم یا بلند رفتن احصای جرایم که متاسفانه ظرفیت امروز از در طول 18 سال در نهادهای موازی، کشفی، جنایی، مبارزه با تروریسم، جرایم سنگین و نهادهای امنیتی که در مرکز ولایت مصروف مبارزه علیه جرایم هستند. ای که 600 نفر در امروز اعدام شد که بایدی اعدام شد، 600 جنایتکار در طول یک روز جنایت انجام نداده که ارقامشان به 600 نفر رسیده و در یک روز محاکم افغانستانی فیصله را به انجام نداده که 600 نفر به اعدام محکوم کرده باشه. این بقایای طول 16 سال 15 سال افراد و اشخاصی هستند، جنایت پیشا و جنایتکارای هستند که تدریجی به اعدام محکوم شدند به اساس فیصله محاکم ثلاثه، نظر به اسناد، مدارک، شواهد و اسناد غیر قابل انکار و مشهودی که اونا مرتکب جنایت شدند. برای اینکه در قانون افغانستان که از وقت ظاهرخان، وقت داودخان، وقت شهید دکتر نجیب الله، وقت حتی در وقت طالبان شریعت تطبیق میشد، بالاتر از قانون شریعت است امروز در افغانستان، خصوصا در جهان اسلام. در قانون اساسی افغانستان میتونه این چیزی را پیش بینی کرده که قانون در افغانستان بله. در تضاد با دین یا مجاهد دین اسلام، این خود یک ارزش است، باید هم در تضاد با ارزش های اسلامی نباشه، ولی قانون منع اعدام در تضاد با ارزش های اسلامی است. کی به قصاص است، یه رواست، یک شخصی که مرتکب جنایت یا گرفتن خون یک انسان میشه، حیات یک انسان از بین میبره یا از چندین انسانه، اونا بندی میشن، اونا تسهیلات لازم برشان مساعد میشه، 10 سال 12 سال وقت سرشان تیر میشه و بالاخره بهترین امکانات، بهترین پول، حتی وسایل تلفنی، تکنیک، مخابره در اختیارشان است که حتی سازماندهی میکنن از محابس، اسناد، مدارک، شواهدی هستن که ملتوی ساختن تطبیق مجازات مجرمین سازمان یافته و جنایتکارای جنگی، بخصوص جنایت پیشهایی که خون صدها انسان، ده ها انسان در تاسیسات عامه، در تاسیسات دولتی از بین بردن که خانواده قربانیان احساس میکنه، میبینه که برخی ها که اگر فرار کرده تعداد اونا گرفتار است، به اساس فیصله محاکم ثلاثه، به اساس فشار خانواده قربانیان او محکوم به اعدام شده. او چرا اعدامش ملتوی قرار داده میشه؟ همین ملتوی قرار دادن 14 سال 13 سال 12 سال اعدام یک جنایت پیشه خودش یک جرم مشدد است، ولو دستگاه عدلی باشه، قضایی باشه. حالا مشخص بیان برازی که با اعدام شدن این 600 زندانی طالب که از طرف محاکم ثلاثه اینا محکوم به اعدام شدن، فکر میکنید که تغییر در وضعیت امنیتی افغانستان حالا مثبت یا منفی بیاد؟ احصای جرایم برعکس پایین میاد، مورد پند عبرت سایر جنایت پیشوا میشه که اگر اینا مرتکب جنایت میشن، ریختن خون یک سربازی که در بدل 12,000 افغانی و در جبهات گرم داغ به خاطر دفاع از حاکمیت قانون یا دفاع از ارزش‌های ملی، مردمی، میهنی یا به خاطر تامین امنیت او توسط یک جنایت پیشه از بین میره، او از خود زن، فرزند، مادر. اما فکر نمی‌کنید هرگاه این حکم اجرایی شود عملات مخالفان مسلح یا مون طالبان در خیانت افزایش شود در شرایط کنونی؟ او سرباز، او ساتنمند، او افسر، او جنرالی که کشته میشه توسط عناصر جنایت پیشه در کشور، او حکمش مستند به مدارک مادی و معنوی به محاکم ثلاثه باز عمل توجه میکنم که اینا باید چیشان محکوم شان با مجازات. اگر مجازاتشان پیش بینی شده که شنی است، قبیح است، سازمان یافته است، جرم مشدد است، او مطابق به حجم جرمش نظر به قوانینی که در جهان وجود داره، خصوصا در جوامع اسلامی، ما انتظار زیر نداریم که 600 نفر سه ماه بعد 700 نفر شو تدریجی فیصله شده. چرا محاکم عدلی و قضایی خصوصا مسئولینی که فیصله اعدام برشان سپرده شده این تعلل کرده، حالا رئیس جمهور باشه چرا توشیح نکرده؟ این خودش تعلل است، این خودش عدم توشیح حکم اعدام افراد. فکر نمیکنید که در شرایط کنونی اون مصلحت ها اجازه نداد که این حکم اجرا شود؟ مصلحت ها اجازه نداد به این تو معلوم میشه که جواز بالاخره مسئله ملی مصلحت ها رو بگویم، اگه مصلحت ها کی اجازه نداده؟ اما شبکه های 20 سازمان تروریستی که رئیس جمهور غنی از اونها یادآوری کردن که در داخل افغانستان فعالیت میکنه، مصلحت های 20 سازمان تروریستی رو شما قبول میکنین که اعدام نکنه؟ مسیر یک حکومت، جهت یک حکومت در جهت مبارزه علیه دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان اگر مشخص نباشه و قاطعیت نباشه در مبارزه، تو نفر بندی میکنی 6 تا سرباز بیگناه و بی‌دفاع مرده جبهه کشته، اولاد مرده تا سات آماز بین رفته،
و در تاسیسات دولتی مثل براوری مردم سربازای ما را کشته و او گرفتار شده، فیصله اعدام صادر شده. علت ملتوی ساختن فیصله اعدام، مسئولینی که ملتوی ساخته حکم توشیه اعدامیان، او در جرم مشدده و جنایت قبیح و شنیع شریک است و رئیس جمهور کشور مردم تقاضا میکنه، ما تقاضا میکنیم از آدرس خانواده قربانیان، که خودم یک قربانی داریم که تا بسیار ناوقته حتی اشخاص افرادی که مرتکب جنایت در تاسیسات عامه خصوصا فروشگاه فاینست شده بود تا امروز جنایت پیشا حتی تعقیب عدلی نشدن. ما به جناب لوی سارانوالا گفتم، به رئیس جمهور 7 صفحه گزارش دادیم، جنایت پیشایی که در این جرم شریک هستند در هر جرمی که در تاسیسات عامه انجام میشه شبکه‌های داخل نظام دوجه فعالیت داره، دسترسی داره، تامینات لوجستیک مساعدت میکنه، زمینه را حتی وسایل تشیش اسیا وزارت دفاع رفت. چی شد تو مسئلهش؟ تشکر آقای سهل. آقای رفی، تعداد از اعضای جامعه مدنی در خن میگن که اگر حکم اعدام این شخص از زندانی اجرایی نشود، اینا به مانند حکومت گذشته بالاخره یک زمان از زندان ها به صورت گله‌ای رها خواهد شد. با این دیدگاه چقدر موافق هستین و این نگرانی چقدر منطق دارد؟ بزرگترین نگرانی مردم افغانستان معافیت بسیار زشتی هست که یا به اصطلاح عفو بسیار غیر قانونی است که سیاستمدارای افغانستان از او استفاده میکنن و جنایتکاران تحت پوشش قرار میدن. چندین قضیه بسیار ناگوارش در گذشته تکرار شده، مثلا به مو خانمی که در یکی از ولایات تجاوز شد و سه برادر تجاوز کردن، بعد یک برادرش در جریان تحقیق کشته شد و دو نفر دیگه رها شد. این به این معناست که دیگه هیچ کسی به خاطر بحث‌های بسیار کلان اجتماعی هم دیگه جرئت نمی‌کنه که بره به دولت و به دولت رجوع بکنه که عدالت تامین شود. بحث تامین عدالت اساسی ترین مسئولیت است که دولت در قبال شهروندا دارد و باید به هر قیمت میشه تامین عدالت انجام شود. وقتی اعدام به اصطلاح ملغا میشه، حبس طویل یا حبس دوام در برابرش قرار داره. متاسفانه شما میبینید که کسایی که به اساس حکم قانون، مثلا کسی که در عمل تروریستی در ماده 305 قانون جزای افغانستان میگه کسی که به اساس یک جرم عمل تروریستی دستگیر میشه و به اصطلاح ثابت میشه، او را رئیس جمهور حق عفوش نداره. یعنی رئیس جمهور نداره توانش که، ولی او را متاسفانه شما عملا دیدین که 150 نفر گفتن ولی 250 نفر متاسفانه رها شد و اینا کسایی بودن که همه گیش به خاطر جرایم زد به اصطلاح منافع اولیای کشور منافع اشاره شما بر اون اعضای حزب اسلامی بود. نه تنها اونا، که دیگه بسیار کسای دیگه هم هست که شامل لستا میشه. یعنی لستای مسلسل میره و لستا به صورت بسیار منظم نظر به ثواب دیدها و لزوم دیدها و مصلحت های سیاسی متاسفانه صورت میگیره. این کار من میخوام بگم که دولت افغانستان اگر قرار است که به جرم و جنایت پایان بده، باید به حاکمیت قانون خیلی متکی باشه و ضرور نیست که شما حتما در نقاط آخر حاکمیت قانون به اصطلاح قانون تطبیق کنید. خوب است که در پایان ببینید که در پایان چی وضعیت ها هست، چی گونه است. ما چرا از باید از پایان شروع کرد؟ ما چرا روز به روز یا در هر روز بیشتر جنایتکار تولید میکنیم؟ چرا ما انسان های مسلم، انسان های خوب تولید نمیتونیم؟ کسانی که در مسببین کار هستن باید جلوش گرفته شود. من فکر میکنم بیشترین کار را که ما میتونیم انجام بدیم این است که در صفوف پایان اگر ما عدالت تامین بکنیم، در بالا جنایت به او اوجش نمیتونه برسه. پس باید کار ما از پایین شروع کرد. اما شما از تامین عدالت و اشاره کردین، دخیل گفتین تامین عدالت جز از مسئولیت های اساسی حکومت افغانستان نباشد. خب حالا همه گی چون این چیز را میخواه، ولی این که عدالت تامین نمیشود فکر میکنید مشکل در کجاست و کجای کار مشکل مصلحت گرایی است؟ مصلحت گرایی های سیاسی است متاسفانه. و حتی شما به طبیق افتادن حکم اعدام هم در خنجز از مصلحت گرایی است؟ شما وقتی عدالت قربانی مصلحت ها میکنین، امید مردم نسبت به آینده کم میکنین. به همون لحاظ هم است که جنایتکارا خیلی جرأت میگیرن. اونا باورشانی است که ما رو بالاخره رها میکنن، بالاخره ما رو کسای پیدا میشه. پیشتر دوستا اشاره کردن خیلی که شبکه های بسیار بزرگ در این راستا کار میکنن و این شبکه ها تواناییشان بالا است. اینا دسترسی به امکانات بسیار قوی اقتصادی دارن، امکانات بسیار قوی سیاسی دارن، امکانات بسیار قوی استخباراتی دارن و امکانات بسیار قوی نظامی دارن. اینا از تمامی امکانات میتونن علی مردم بی دفاع و بی گناه و مظلوم و غریب و نادار افغانستان استفاده کنن. پس حکومت باید چاره دیگری بسنجد. شکر آقای زابلی. خب تا
تعداد از اعضای جامعه مدنی در خنمن میگن که حکومت افغانستان زمانی که حکم محاکم سلاسل در قسمت اون تعداد از طالبان زندانی که اینا محکوم به اعدام شدن عملی نمیکنن، در خنی نشاندهندی است که اون ستون پنجمی ها در خن فعال شده و نمیگذارن که چون این کاره بالاخره چون این حکم اجرا شد. ما فقط این بایدید شما ببینید جناب فیضی صاحب با کمال احترام با تمامی جامعه مدنی، ما شما که یک نیروی جوان و پرتحرکی داخل نظام است، در اکثر وقتا بسیار خوب اندیشیده، ولی بعضی وقتا میبینی که ما شما یک مثال شما بیاریم، امرای اشرف غنی و اشرف عبدالله یا تقریبا 50 و چند نفر به لندن رفت، تمامش گریخت، یک نفرم پس نامد. ای تو نمونه ما شما در جامعه مدنی یک تعدادشان پس دوباره برگشتن، یک تعداد نگشته، اونو ما یک نفرش نامد، ما اصلا دارم خیر باشه، او رفت، خدا اون رو زنده داشته باشه. گپی جاست که ما از این جامعه مدنی یک خواهش دارم، یک گله دارم. گله می است که ما در دوره اول یک منشور به نام منشوری مصالح ملی در پارلمان از طرف بعضی به اصطلاح نفرایی که از جهاد اونا دفاع میکردن که ما مجاهدین خود که دو وقت جهاد کرده از اونا دفاع میکنیم، قانون به نام منشوری مصالح ملی اونا تصویب کرد، بالاخره توشیم شد، درست است؟ ولی هیچ کس از جامعه مدنی تقریبا کسی یک صدای خود نکشید که چرا شما میگی یک خیانت میکنی وقتی که شما کلگی جنایتکارا را به اصطلاح معافیت میتین از طریق یک قانونی بسیار ناقص، از طریق یک مصالحی بسیار ناقص، شما عقل حبش چی میکنین؟ یک نفر خود حکومت ممکن بود چیزی نگه که جهاد بود و مقاومت بود هر چی بوده، یک عفی عمومی، ولی یک نفر که پدری مرا کشته، پدری مرا کشته، ما خوب این مصالح ملی به حق خود نمیکشم. پارلمان چیکار است که از حقی ما به اونا میبخشه؟ هیچ کدام جامعه مدنی یک تظاهرات هم کدا باشه یک جای و دو جای، یعنی فشار کامل نه سر حکومت وارد کنه چی، این نمیشه بود که از پروسه انتقالی عدالت انتقالی اونا به اصطلاح حکومت نمند که امو پروسه جنایتکارایی که اثرش اسناد بوده از سالا موجود است، عالم هستن، اونا رو ما کمه میکدیم. این نمی پروسه به اصطلاح که در جلسه اولی بونه ما پیش بینشته بود پارلمان این نمی خیانت کرد که منشوری خب حالا پارلمان اون خیانت که شما اشاره کردن از نقاط منفی جامعه مدنی هم بیاین رای حل بگوین که چه کاری باید صورت بگیره؟ رای حل دیگه ایچ رای حل ما شما نداریم، هم قربانیان در شما ببینین، ما شما ایچ رای نداریم، ما شما ایچ رای دیگه نداریم، رای هم یک را داریم که همون تطبیق قانون است. وقتی که حکومت اینی قدر قادر میشه که محکمه خود به اصطلاح وادار میکنه که حکم نهایی بسازه، حکم خود صادر بکنه، بعد تطبیق هم بکنه، یکی حکومت وظیفیش است از تامین امنیت است، او تامین امنیت هم پالش بکنه. در غیر از او جنابی سهل صاحب بسیار خوب اشاره کرد پیشتر که یا کسایی است که 10 سال 12 سال حتی 14 سال یک نفر ما دیدیم که حکم نهایی اعدام میشه، توشیح شده در پول چرخی است، او از او دیگه چی امید به زندگی داره؟ هر جنایتی که ازش میشه امید کنه، او ذهنیتی که در داخل زندان موجود او را به اصطلاح منحرف میسازه. ما این را میگیم که دولت اول این محاکمه این قدر باجلا مجبور نکنه، وقتی که محاکم کار خود میکنه، سرولی کار خود میکنه، حکومت مجبور و مکلف رو تطبیق بکنه و امنیت شهرانه خود بگیره. تشکر آقای زابلی. آقای رفی بسیار کوتاه بفرمایید. کوتاه اشاره دارم، در کنفرانس لندن جمعاً 36 نفر از نماینده های به نام جامعه مدنی رفته بودند که 27 نفرش از جامعه مدنی بود و متباقیش ما هم نشناختیم که کیا بودن، اما 6 نفرشان پناهندگی گرفتن که متاسفانه یک نفرش رد شده دوباره پس آمده، ولی 5 نفرش در اونجا ماندن. در مورد مسئله قانون معافیت خدمت شما عرض شود که ما در آخرین جلسه هم که امرای آقای رئیس جمهور کرزی داشتیم ساعت 8:15 شام بود و وعده رئیس جمهوری بود که قانون توشیح نمیکنه، ولی پس از او ساعت 9 بجه با رهبران سیاسی دیدن، با رهبران جادی دیدن و او رو امضا کردن. ما هنوز هم او را به نام قانون معافیت میشناسیم و بحث ما این است که قانون غیر اسلامی و غیر انسانی است و ما گفتیم که در یک کشور اسلامی یکی از غیر قانونی ترین و غیر اسلامی ترین قوانین توشیح شده که متاسفانه لکه ننگ بر جبین نه تنها سیاست مداران ماست، بلکه بر جبین تمام مسلمانان است که در کشور زندگی میکنند. بحث عدالت انتقالی هنوز هم اجندای ماست، ما به عنوان فعالین مدنی هنوز هم از عدالت انتقالی دفاع میکنیم و خوشبختانه که پیام بسیار نیک شمیست که بیشتر از 700,000 کیس در ارتباط با جنایات جنگی در افغانستان در ICC ثبت شده و ما امیدوار هستیم که کیس ها بررسی صورت بگیره و عدالت انتقالی در افغانستان تامین شود. تشکر آقای رفیع. یک نکته را کوتاه عرض میکنم،
نهادهای عدلی و قضایی افغانستان یک عرض میکنم از آدرس یکی از خانواده قربانیان. زمانی که قضیه بررسی میشه، جنایتکار توقیف میشه، تحقیقات ادامه پیدا میکنه، مسیر تحقیقات تغییر میده. در سرانالی امنیت ملی قمی حادثه فاینست وزیر اکبر خان مینه، چندین اشخاص بلندپایه حکومت دی قضیه به شمول نماینده سفارت فرانسه شریک است. این مسئله اصلا بررسی نشده. ما آرزومند هستم که رئیس جمهور متوکل اما گزارش 8 صفحه‌ای، گزارش 8 صفحه‌ای رئیس جمهور لطف کنه امور تعقیب کنه. تشکر از شما هم تا برنامه بعد شما رو به لای پاک می‌سپارم.